خداوندا با آن نور نظر در دیده جا بنما و قدر انتظار ما جمال مدعا بکشا. نرنگ از طرب داریم و نی از خرمی بوی وطن گم کرده ایم، چمن گم کرده ایم، آینه ای ما را به ما بنما. خداوندا خداوندا با آن نور نظر در دیده جا بنما، به قدر انتظار ما جمال مدعا بکشا. نرنگ از طرب داریم و نه از خرمی بوی وطن گم کرده ایم، آینه ما را به ما بنما. همو وطنه که ما دیده بودیم، همو آرامشی که داشت، همو وطن ما را. بعد از تقدیم عرض تسلیم و تعظیم به خدمت هر یک شما افغانان، ایرانیان، کویت و بلوچستانیان و تاجیکستانیان در هر نقطه از جهان هستین، تقدیم میکنم و بعد از تقدیم کردن عزیز ادب و احترام کمیاب هستم پیدا، چرا که امروز از روز پیدایش من در روز شنبه است. هر شنبه از این ساعت که یعنی ساعت 9 قبل از ظهر تا 11 قبل از ظهر بر دو ساعت نقد و تیار لایف مستقیم قرار می داشته باشم و امیدوار هستم که در این مدت که با ما هند هستین و بتانم چیزی گفته که شما برداریم بینگان عزیز و مادر. امروز هم یکی از روزاست، 14 فوریه و قسمی که از کردیم برنامه لایف و مستقیم قرار دار. ما اگران دوسته فکر میکنیم که آواز ما صحیح شده، از مریضی خطا خوردیم، خودت اعلام میکنیم با صحیح میکنیم که خیر نی، صدا باز پس میپیچه. به هر حال دوستان بسیار عزیز و محترم، خدمت شما باز برسانیم طبق معمول برنامه ما. از یک مدت است که ما اشعار از طبلمانی بی دل میخوانیم و کوشش میکنیم برای توجیه را معنا یا تعریف کردن. امروز هم یکی از اشعار، یکی از غزلهای سام معروف از طبلمانی بی دل به خدمت شما خواهم خوان که مکتوب شوق هرگز بی نامبر نباشد. بینندگانیم، مکتوب شوق هرگز بی نامبر نباشد، ماز خیش رفتن قاصد اگر نباشد. من میبینم که سب خطا پیش من میرد، چرا تو شده آینک در دستم هست، متوجه هستم که آینک در چشم دارم سبی ببینی داداش جوانی نیست. حاله برحال دوستان عزیز محترم، این غزل به خدمت شما خواهم خوان. اگر اشخاصی که برنامه بنده را تماشا فرمودن هفته که گذشت به خدمتشان بنده عرض کرد که مکتوب مقصد ما از بی کسی فغان شد، قاصد نشد میسر، دل خون شد و روان شد. باید این اول میخوانیم یه دوم، اما اتفاقا به حساب ببینیم که این دو غزل که اول ما مکتوب مقصد ما از بی کسی فغان شد انتخاب شد و بعدا غزل دیگر که بر بنده گفته شد که غزل است میخوانی میشه که پیدا کردیم غزله، به این فکر نه وقتی که پیال متوجهش نه، وقتی که همی این دو غزل تا و بالاست یه خروه گشتیم تا منه پیدا کردیم الان که در هر دو غزل در دست بود. اتفاقا اتطوره گفتاده که بعدا انشاءالله تشریح خواهم کرد در وقتیش اگذره بیشتر به خدمت شما که توجه بفرمایید. دوستان بسیار عزیز و محترم، قسمی که عرض کردیم
غزل به خدمت شما خواهم خواند و گوش میکنیم به تشریح کردن و بعدا عین غزل استاد سراهنگ مرحوم قالب آهنگ آوردن خواندن به خدمت شما پخش خواهم کرد و از شما خواهیم شنید. یکان دفعه ببخشید من اشتباهی لفظی را خواهم که تنها من نیست، منظور کل شماست، من همه چیز به خاطر شماست، ما هیچیم. اما بینندگان بسیار عزیز و گرامی و محترم، باشه سر گلون صاف کنیم. پیش از همه عرفا، امروز در امریکا یک کلان روز بسیار یک روز عالی است، روز عشاق است، روز عاشق است. همانطور که هر چیز یک روز دارد، البته اشخاصی که در اروپا امریکای میگپار میدانند، من منظورم اشخاصی که در وطن تماشا میکنند، در نقاطی هستند که تماشا میفرمایند که از این روزشان دیگر روز است، از این روزها خبر ندارند. یک روز انتخاب کردن بر روز عشاق، یعنی به عاشقان، که شما میدانین عشق عشق است، به هر چیز شده میدان. یک نفر عاشق خانم خود است، یک نفر عاشق معشوق خود است، یک نفر عاشق مادر خود است، یک نفر عاشق پدر خود است، یک نفر عاشق اولاد خود است. خب عشق هم چند عشق است، یک عشق با شود است، یک عشق بی شود است. عشق بی شود یا عاشق هر کسی نمیتونی. قسمی که در قدیما می شدن بزرگا، سلطان محمود غزنوی عاشق ایاز شد. مثل از این عشاق زیاد بود، چون عشق بی شود بود، یک نفر عاشق یک نفر می شد، اصلا گپ دیگر جایی. خب البته از این سوء استفاده میدانین، در هر کار خوب سوء استفاده میشه، از یک تعداد مردم میکنند سوء استفاده، از این کار هم سوء استفاده شده، اما او اشخاص باز شناخته شده. این عشقی که شما دیدین، بعضی ها که مثلا عشقی که حضرت مولانا با شمس تبریز داشت، مردم او تا اشخاص امتحان کردن کنها را یاد میشه، اشخاصی که از امتحان خارج نشده بازا بدنام شده و بسار حتی نامش ازشان نگفتن. برحال دوستا، روز عشاق است، یعنی که Valentine's Day اینا میگوین که هر کس برای هر کس که عاشقش است یک گل میفرسته، یک چیز توفه میفرسته، هیچ که نشد یک پیغام تلفنی میفرسته برش، یعنی اظهار علاقه و اظهار محبت به دیگر کردن است، کار بسیار خوب است. با اول از پیش از همه عرفا یک شعر از حضرت حافظ براتان میخوانم به خاطر عاشقان. و این شعر بینندگان بسیار عزیز و محترم از غزل بسیار معروف لسان الغیب حافظ شیراز. بسیار هر شاعر یک لقب دارست، مثل ابوالمانی بیدل، ابوالمانی عبدالقادر بیدل. ابوالمانی یعنی پدر معنا، ابو عبیده بن جراح یکی از بزرگان اسلام، یعنی که پدر عبیده نامش نمی گرفتن، نام خودش که نمیشون نام خود ابو عبیده چی بود، ابو عبیده پدر عبیده، ابو بکر، بکر ابو طالب، طالب پدر برادر حضرت علی
کدام برادرش به نام طالب بوده که حتما برادر بزرگشان بوده که فوت شده که نوازش بردنش، یعنی پدر طالب. یه اون دفعه در گپ میریم سیب ابوالمانی بدل پدر معنا لسان الغیب حافظ شیرازی، یعنی لسانش لسان غیبی است که گفتن فال که میبینن به خاطر دوستان. که میگوین که یک تعداد مردم در وقت جنازش جمع شده بودن که چرا لسان الغیب میگوین؟ به خاطر که یک تعداد مردم جمع شده بودن که کافر است، ایره باید ممانعت میکردم بسیار بار و اقتداده که دوستانش بودن اونا طرفداری میکردم. خب بالاخره روی یک سلسله گفتاره که به گمانم میشد که باید سر قبرش گفتار شده میگفتن نگوین شما این پاره که آدم فطر بود فطر بود فطر بود لیاقت از این گفتار نداره که در سرش جنازهش باید گفته شد. باز گفتن خیلی باش خود حافظ چی میگم برای قایش باز کردم که در این نقطهش نوشته بود که قدم دریغ مدار از جنازه حافظ، اگر چه غرق گناه هست میرود به بهشت. باز از اون لحاظ مردم فال میبینن، فال حافظ با خود لسان الغیب. فصیح المتکلمین حافظ شیرازی، فصیح المتکلمین فصیح ترین شخصی که تکلم کرده حافظ شیرازی، فصیح ترین روان ترین بهترین لقبش است لسان الغیب حافظ شیراز. بیندگان بسیار عزیز و محترم، این شعر 750 سال پیشتر سروده شده، 750 سال پیشتر تقریبا، بالا و پایین چند سال. اما در او وقت ایتو یک شعر، یعنی عشقی ترین و سکسی ترین ببخشین شعر وقت همین بوده. یکی از شعرهای حافظ شیرازی این غزلش از بیندگان بسیار عزیز و محترم: عاشق به دیدار معشوق مه که ایج اتفاق نمیفته. استاپ ایره با تقدیم به شاق لسان الغیب حافظ شیرازی تر میفرماید که زلف آشفته خوی کرده و خندان لب مست، زلف آشفته و خو کرده و خندان لب مست. غلط خواندم اول دوستا، بسیار ببخشید من که یک میلیون دفعه میشه نما خواندیم. زلف آشفته و خو کرده و خندان لب مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیمه شب دوش به بالین من آمد بنشست. زلف عاشق آشفته، آشفته خو کرد یعنی که خندان لبم است، لبش خندان و مست آمد،
پیرهن چاک و غزلخان و صراحی در دست. پیرهن چاک بینندگان محترم ببخشید، یعنی معشوق آمد پیرهن چاک و غزلام میخوند و صراحیام در دستش بود، با دیدن معشوق آمد. آقای راغب متوجه هستی؟ زلف آشفته و خو کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزلخان و صراحی در دست. به می وضعیت که مست و غزلخان و صراحی هم در دستش نشه، آمد پیش عاشق، سر بستر عاشق. نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیمه شب دوش به بالین من آمد بنشست. ای عاشق، از زبان عاشق گفته شده که معشوق آمده. سرفراگوش من آورد با آواز حزین، گفت ای عاشق دیرینه من خواب است. آمد که عاشق خواب است. عاشق را که چنین باده شب گیر دهن، کافر عشق بود گر نشود باده پرست. عاشقی که ایتر یک بیو، اگه تو عاشق هستی چطور تو خواب هستی؟ وای عاشقی که بیسته و شراب خورده که تمام شب مست است. دو رقم شراب شب گیریز، یک شراب شب گیریز دوستان که شراب صبحانه میتن که گرفت شب پس کنه، یکی شراب است که میخوری که دیگه تو مست هستی، که دیگه تمام شب مست هستی، که چشم باز میکنی که صبح است. هر اتفاقی افتاده در شب تو هیچ خبر نشیدی، بسیار اتفاق افتاده که تو آنقدر مست بودی که اگر به اصطلاح توپ چاشت هم در گوشت صدا کرده تو بیدار نشدی، به او اندازه مست بودی که بالت کما بودی. به این تو نشه اگر تو یک عاشق نباید تو مست باشه. عاشق را که چنین باده شب گیر دهن، کافر عشق بود گر نشود باده پرست. کافر عشق است، اگه باده پرست نیست کافر عشق است، یعنی عاشق نیست دیگه. به این سبب که تو اگر عاشق است چرا خواب استی که ما آمدیم دیدن تو؟ بروی زاهد و بردارد کشان خورده مگیر، بروی زاهد و بردارد کشان خورده مگیر که نداند، بروی زاهد و بردارد کشان خورده مگیر که ندادن جز این تحفه به ما روز هلست. بروی زاهد، بروی ملا، بردارد کشان خورده مگیر. کسایی که یکی خسایی ببخشین، یکی صاف است، شراب چند قسم بود در قدیم، یکی صاف بود که من اول مبرامد صاف، و یکی درد بود از انگور بود بازو میمان درد که میگن اگه اون چیزی که میمان باز یک تعداد که پول نداشتن بازو هم فروخته میشد، مردم های مفلس او را میخریدن. آخریش لای بود که دیگه او بسیار ازش مثل که لای مبرامد که چیزی که غلیظ میشه، از او باز میشد که یک شاعر من بود به نام لای خور. مردم فکر میکرد که منظورش همین لای دیدین اونطور که لای میگن، فکر میکردن که منظورش او لای است، اما او لای نبود. لای ما فکر میکردیم که لای خور. کافر عشق بود گر نشود باده پرست. بروی زاهد و بر درد کشان خورده مگیر. ببخشید ای زاهد، برو کسایی که درد کش از خورده مگیر، نگیریشان ماکم. او که پول داره سور ماکم نمیگیری، چرا که او داره پول، او ری چیز نمیگی، او خودت هم باشه براش از بغلت چیت میکشی، اما او مسکینه که نداره، میفهمه زور سر از او باز میرسه. بروی زاهد و بر درد کشان خورده مگیر که ندادن جز این تحفه به ما روز حل است. روز رستا، روزه که شروع ابداع زندگی، غیر این تحفه ما دیگه چیز نداد، به ما داده نشده. واه واه،
آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم، آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم. اراده از اوست هر کاری که ما کردیم. واه واه، اگر از خمر بهشت و اگر از باده مست، اراده از تو بود. چی اگر شراب طهوری که از بهشت است ما را خوراندی و یا از این باده؟ هر دوش اراده است توست. ما این را قبول داریم بینندگان محترم. بدون اراده خداوند یک برگ از زمین پایان، از درخت پایان نمیفته. قرآن است. آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم. اگر از خمر بهشت است و اگر باده ما است. چی از شراب طهور و چی از شراب ظاهری؟ اراده از توست قربانه در بارت جان. واه واه، خنده جام می و زلف گریگیر نگار میگه از برای خدا. خنده جام می و زلف گریگیر نگار، همین جام می که طرفت خنده میکنه و یه زلف یار که تو را گره کرده، عاشق شدی، عاشق معشوقت هستی و تو را محکم گرفته، که ای تو را محکم گرفتید که دیگه خود شور داده نمیتونی و جام هم طرفت خنده میکنه میگه بیادر اگر میخوایی که یک گمه که رها شوی که نفس کشیده بتانی از ما بنوش. خنده جام می و زلف و گریگیر نگار، ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست. اگر خنده می باشه و عاشقم باشه که عشق تو را محکم گرفته وای رهایت نمی کنه. ای وای که ماننده که توبه حافظ شکست نوشید می تو را کشت می عاشق هست را نداره غیر گوایش هموست. با کدام اندازه چقدر توبه های مردم به می را شکسته و واقعا دوست. به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم. بهار توبه شکن میرسد چی چاره کنم؟ حالا ما میخواییم که استخاره کنم که دیگه توبه کنم که مای دیگه نخورم. اما اینه چند روز با بهار مانده و بینده گانه مات آقای رقیب چند روز با بهار مانده؟ 21 مارس. حالا که نال توبه کنم بکنه خب بهار است، پغمان است، خدا شاهد است، قرغه یادش بخیر سالنگ امی جایا که هسته به دایی دیده دید خوش تو میشه سه بادم توبه کن برو سه توبه که برو کمی تیر شده سه این بار که تیر شده توبه کنم بازم خدا میبخشه رنگ ازم بار که تیر شده توبه کن. آنچه او روخت اگران مشوخی میکنیم سه آنچه او ریخ به پیمانه ما نوشیدیم اگر از خمر بهشت و اگر از بنیاده ایم است. خنده جام می و زلف و گریگیر نگار، ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست. خنده می و زلف گریگیر نگار، ای وای که مانند توبه حافظ چقدر توبه ها شکسته و میشکنه و براسته هم میشکنه. یک میلیون توبه کنی باز میشکنه. انسان ضعیف است، انسان است، از اون خاطر ما آدم هستیم. فکر میکنیم میکنم بینندگان بسیار عزیز و محترم بود من نمیفهمم که من چی کردم، چی خراب کردم شعر ببخشن دیگه من خواندم دیگه سیب
مگون دفادم از اصل جای میمان هستم در این خواندن معنای شعر یک طرف دیگر دیگر طرف میبرید، اصل گپ میمان هستم. اشاق به اشاق خواندیم، از اشاق رفتیم سر دیگر طرف. بازم تبریک میگیم به تمام عاشقان از هر نوع و انواع عاشقانی که هست، خدمت هر یکشان تبریک میگیم. و همچنان بینندگان بسیار عزیز محترم، در برنامه بخش کلاسیک هم داریم که از ماکوس خلا شدیم در راگ استاد، از راگ ماکوس خلا شدیم، فعلا یک راگ دیگه است که هم خودش راگ است هم تات، به نام تودی. زبردست گپا داره سب ولایت خان سبون در جمله می صحبت میکنه راجع به موضوع. دو تا زبردست هنرمند داریم که یکیش به رحمت حق پیوسته و دیگرش الحمدلله زنده است، راشد خان و جناب مرحوم پندت سنجوشی صاحب که به رحمت حق پیوسته هستند. این دو هنرمند که یکیش از نظر سن بسیار فرق دارن، این دو هنرمند میخوانند با هم که ببینین سب این زر نوازی هنرمندانه که با هم دارن، هنرمندان های بزرگ با هنرمند کوچک که در هندوستان بسا کلان گپ است. برحال دوستان بسا ریز محترم، یعنی یه گپا رو براتان تو چی میگن سه پتکی دادیم، چی دادی دیگه سه نمونه که نشان میدن سه که باشه اندم چی چیز بسا آهنگ هم سه بشنمینده که سه خدا شاید است که کیف میکن. به هر حال بینندگان بسا عزیز محترم دیگه سا وقت ما تیر شده را عزیز سه ما هم سه سر پر گفتن آمدیم سه دیگه ببینیم سب چه گپ خواهد. دوستان بسیار عزیز محترم، شعری که به خدمت شما میخوانم غزل است، غزل بسیار معروف مشهور است از استاد از مزاسب بدل ابوالمانی بدل. اینطور میفرماین که مکتوب شوق هرگز بینامه بر نباشد، موز خیش رفتن قاصد اگر نباشد، موز خیش رفتن قاصد اگر نباشد. هفته پیشتر که خواندیم گفتیم مکتوب مقصد ما از بی کسی فغان شد، قاصد نشد میسر، دل خون شد و روان شد. اصلا باید اول میخواندیم دوستا، باز دوم میخواندیم، تصادفاً برابر شده این تا پشته پشته، اما چقدر خوب برابر شده که ما متوجه شدیم این دو غزل هم با هم رب دار. در این غزل گفته که مکتوب شوق هرگز بینامه بر نباشد، موز خیش رفتن قاصد اگر نباشد. یعنی مکتوب که تو به شوق می نویسی به تشریح شکمه که بعدا خواهم داد، هیچ امکان نداره که یک نفر پیدا نشه که او رو روان نکنی، هیچ به امکان است که توی پیدا نکن. موز خیش رفتن قاصد اگر نباشد، اگر هیچ کس پیدا نشه من از خود میرم و میبرم مکتوب خودم، میرسانم اگر قاصد نباشد، از خود میرم. انسان که بی خود میشه، یعنی من قبیش بی خود میشه که من خودم نمیشناسم، که من مو آدم هستم، که من نادری کمیاب هستم، میبرم این مکتوب خودم، یار خود نباید ببره، یک نفر دیگه باید ببره. خب خبرم کنم میخوام اگه کلگی که نبرد تق تق زد خانهش نادر کمی از خانه من شوخ تق تق یک چیز برداد چی میکرد اینجا کلگی میبینه. اما من قدر به خود میشم از خود که پیدا نشه که من فکر میکنم من نمیشناسم خدا، که مثلا من فکر میکنم که من خودم یک قاصد هستم، خودم میبرمش. یک قدر به خود میشم از خود اگر کس پیدا نشه، یعنی هیچ امکان نداره که پیدا نشه. باز دیگه
غزلی که در پایین غزل گفته شده که به ارتباط از گفته شده که مکتوب مقصد ما از بی کسی فغان شد. از بی کسی مکتوبی که ما نوشته کردیم فغان شد. قاصد نشد پیدا، دل خون شد و روان شد. بخو من خودم میشم اما خودم بی خود نشدم، دلم خون شد. دل که خون شود یه خون میره دیگه، خلاص شد. دلم خون شد و روان شد، خونم به اندازه که خو روان شد. دل بیرخی تو ایهاد با ناله رفت در خاک، واسوخت این سپندان چندان که سرمدان شد. و دل بدون از اینکه تو را ببینه در خاک رفت، یعنی که رفت از بین، رفت فوت کرد. واسوخت این سپندان چندان که سرمدان شد، خام سوختن این سپندان که چسبیدن و به دهن سپندان. خود سپندان آنقدر خام سوخت، منتظر که تو را ببینه، تا که آوازش خام سوخت و سرمدان شد، به دهنش سرمه افتاد تا که مرد. یایی که منای دیگهش که ای سپندان از سرمدان درست شد بغیر چسبید. اما پیش از گفته بود که گفت که اگر پیدا کس نشه من خودم این کارم میکنم، بی خود میشم. اما نشد، خودش نتانست و هر هرچی که بود این کار اتفاق افتاد. این رو من بفته پیشتر خوندم، حال این رو به خدمت شما میخوام. مکتوب شوق هرگز بینامه بر نباشد، موز خیش رفتن، موز خیش رفتن قاصد اگر نباشد. هر جا تنید فطرت یک حلقه داشت گردون، هر جا تنید فطرت یک حلقه داشت گردون، در فهم خط پرگار حکم دو سر نباشد. خاشاک را در آتش تا کی خیال پختن، خاشاک را در آتش تا کی خیال پختن، آنجا که جلوه اوست از ما اثر نباشد. واو. مغرور فرصت دهر زین بیشتر مباشید، مغرور فرصت دهر زین بیشتر مباشید، پست و گشاد مژگان شام و سحر نباشد. مغرور فرصت دهر زین بیشتر مباشید، پست و گشاد مژگان شام و سحر نباشد. برقی ز دور دارد، برقی ز دور دارد انگامه تجلی، والله والله برقی ز دور دارد انگامه تجلی، ای بی خودان ببینید دل جلوگر نباشد. ما را برنگ شبنم تا آشیان خورشید باید بدیده رفتن گر بال و پر نباشد. هرچند کار فرداست، هرچند کار فرداست، امروز مفت خود گیر. هرچند کار فرداست، امروز مفت خود گیر، شاید دماغ و طاقت وقتی دیگر نباشد. واه واه زاهد ای واه واه دیگه مثل یک ترین تیر شده اینجا، یک صدای بسارم تو نیمسه شنیدیم سوایده. واه یه
وام سه وگ واه واگو با ما ما با خودش واه گفتی و نه باید سر گفت هرچند کار فرداست امروز مفت خود گیر، شاید دماغ و طاقت وقتی دیگر نباشد. زاهد زوزعه، زاهد زوزعه خلوت. ببخشید من بساری وقت آمی عین و ای از پیشم اشتباه میشه. اگر متوجه باشم متعدد به کمک قلقلیش میکنم عربا بار قدستی ما کوش کردیم که تو زیاد قیقون اخت بسار مجبوری بزی خلقه همی که نکردم او از پیشم بخور آده از پیشم و رفتن خودم از پیشم رفت. ببخشین بعض اوقات ما و هی و هی نه از پیشم چی میشه ده وقت تلفز اشخاصی ده یک سیداد مردم بسار موش گاف است ده ای موضوعات که باید هم باشادم باید از پیشم نشه ای کار از پیشم کسی که مثلا در تلویزیون اسمی خانه یک نفر دیگه میشنوه از زبان ما هم عینش تلفظ اما بساری وقت آمه یه عین از پیش ما میشه مره ببخشین دوستا اما گناه من نیست دوستا گناه ملالی بیگ است ملالی بیگ یک بارا ما تکرار کردیم معلم امیر تیمور کرگان بود که دندان نداشت یکانی سیده امیر تیمور کرگان نوشته میکرد که در مکتب که بودم تلفظ خراب میکرد چون دندان نداشت کل بچه های زویاد میگرفت و عین تلفظ عوام میکرد در خوردی که آدم معلم آیدم که تلفظ صحیح نکنه برادم همونتا که یک دفعه یاد گرفت میگه چیزی که در خوی می نشینه در خوردی مثل سنگ است نشسته دیگه متوجه که میشم تا متوجه صحیحش می سازم یک اندازم که نمیشه در تیر میشه ببخشید من زاهد زواز خلوت ناز کمال مفروش افسردن از کفی خواب چندان هنر نباشد آینه خانه دل آخر بزنگ دادیم زین بیش آه ما را رنگ اثر نباشد خواهی به خلق رو کن خواهی خیال او کن خواهی به خلق رو کن خواهی خیال او کن در عالم تماشا بر خود نظر نباشد آسودگی مجوید از وضع آسودگی مجوید از وضع اشک بیدل این جوهر چکیدن آب گوهر نباشد این هم جوهر چکیدن آب گوهر نباشد به هر حال دوستان بسیار عزیز و محترم می پردازیم در توجیه و معنا و دیگه موضوعاتش دوستا اگر توجه نکنید قسم که عرض کردیم بعض دوستا اگر شما در وقت تشریح کردن بنده شما فکرتان در گپ زدن است پولفیلتون چیز میگه جواب از رو میتونید میگین باز پس توجه میکنین باز میگین این مزخرف میگه کسی که شعری به دل میخواید بشنوه لطفا تا آخر تهیه با توجه کن در غیر صورت از پیشتان باز اشتباه از پیش خودتان دیگه طرف میره چون که ندانه انسان نفر دیگر مقابله میگه خب نتانست مرا فهمد اگر شما متوجه نشین نمیدونی چرا که شعری بیدل از دوست برای دوستان بسر ایزان مطرم حضرت ابوالمانی بیدل می فرمایه که مکتوب شوق هرگز بینام بر نباشد ما او زخیش رفتن قاصد اگر نباشد مکتوبه که تو به شوق می نویسی به خواهش دلت می نویسی ور معشوق می نویسی چو خوب روزش آمسته دیگه او مکتوبه تو مطمئن خودم می سازی که یک نفر پیدا کنی که بفرستی
یکی مکتوب است که نوشته میکنی برای بچه کاکایت یا برادرت یا پدرت یا برای مادرت نوشته میکنی من خوب هستم شما خوب هستین سه بعد خوب هستین اول شما رو نداریم سه بین اقوه بوله این مکتوب هاییست که یا برای رفیقت نوشته میکنی میگه باش هر کده نفرش دادش روان میکنم در جایی که هستی خب حال واره نیست خب این شیراز دوران 300-400 سال پیش ریخته شده که توسط شخص فرستاده میشد قاصد باید میبود پستخانم نبود و پستمینم نبود و یک پاره خمان یک نفر باید میرفت یک نفر مسافر که میرفت ازش میداد که من این کار را میالم میشد یک مسافر میرم و خط خود میدادیم که برخانه بوده فلان جای بودی دکان کریم سلمانی برسان به دیلوری خدا بیامرز کریم سلمانی یکی او مکتوب از بینندگان محترم که انسان میفرسته کوشش میکنه که بفرسته اما یک مکتوب است که مینویسی برای دلدارت که تمام خواهشات و تمام گفته ها و تمام موضوعاتی که در دل نهفته است مینویسی اظهار علاقه میکنی هر موضوع دلت مینویسی آن مکتوب را تو مطمئن خود را میسازیم که به دست شخص مطمئن فرستاده شده و به دست برسد به سر منزل مقصود مکتوبه که به خواهش دل می نویسی یعنی برای معشوق می نویسی اگر این مثل اولش بوده موز خیش رفتن قاصد اگر نه تو من پیدا میکنی یک نفر مطمئنه که مکتوب برسه در سر منزل مقصود احیانا اگر هم قاصد پیدا نشد ما از خود آنقدر از خود میروم پیشتر گفتیم که من نمیشناسم خدا که من خودم او شخص هستم او معشوق هستم من نباید ببرم ایر همه میشناسن من بچه فلانی عاشق دختر فلانی است برد مکتوب خودش رفت دان دروازه مکتوب خودش برجا مردم میبینه نام بد میشه دختر معشوق خود یا به هر لحاظی که هست تو خودت برده نمیتوانی اما من آنقدر بی خود میشم که خود را نمیشناسم که من فلانی هستم فکر میکنم که من یک آدم هستم یک قاصد هستم سر پاکنده میده و مکتوب خود اگر کسم پیدا نشه من قدر به خود میشم که خودم مکتوب خودم میدم به ایمانو موز خیش رفتن قاصد اگر نباشد که هیچ امکان نداره که ما پیدا نکنیم اگر پیدا نشد ما از خود میرم دو معنی یکی اتور یکی از خود میرم دیگه انسان که از خود بره زوف میکنه بیال میشه از دست پا مفت یک مانه ایده شما میدانی که از رب تبالگمانی همیشه اشارش یکی دو مانه میدن هر جا تنید فطرت یک القداش گردون یک حلقه داشت گردون در فهم خط پرگار حکم دو سر نباشد در هر جایی که در هر جای پیدایش و آفرینش و ابدای تو می شود در همین حلقه زمین است در هر جایی که تو پیدا میشوی آفرینش تو میشه فطرت یکی خود طب و طبیعت مانا میده یکی فطرت آفرین چندین مانا داره روح ارواح پیدایش اول ابدا هر جا تنید فطرت یک القداش گردون در فهم خط پرگار حکمی دو سر نباشد
تو در هر جایی که آفرینش تو می شود. امی زمین است، امی حلقه زمین است، امی زمین گرد که هست، تو دمی زمین است، در هر جایی که تو آفرینش تو می شود. در فهم خط پرگار حکمی دو سر نباشد. خط پرگار دوستا، پرگار امی القرم ایم دایره مانا میده و همچنان ما شما میگفتیم پرکات در افغانستان، اما که دایره کش کدش دایره میکشتیم، نامش هم آدیم پرکات، او پرگار است، یعنی القه دایره. این دنیا در این دنیا منظور است که تو یک دفعه زندگی میکنی، دوبار نمی. در هر جایی که زندگی کنی، هر کاری که داری، دم یک زندگی تو میکنی، دوبار انسان زنده نمی باشه، نمیشه. و در هر جایی که تو باش مفتی، اینمی دیگه اینمی دنیاست. اگر تو و این فکر نباشه اگر من در فلان جایی میبودم فلان کار کردم، تو بسیار کارا کرده میتونی در امون جایی که هستی، در امون محولی که زندگی میکنی، امون رسم رواجی که داری و یاد گرفتی، عوض جگار نگو نخواهی که اگر من اونجا میبودم این کارا رو میکنم. تمام جهان دنیا یک حلقه است، در هر جایی که آفرینش میشد اینمی زمین بود و زندگی هم تو یک دفعه میکنی، دو سر نداره زندگی. در فهم خط پرگار حکمی دو سر نباشد. در این دنیای حلقه گردی دنیا دو سر، خط پرگار یک سر است، یک گرد است، دو سر نیست دوستان، یک سر است. یعنی دو دفعه زنده نمیشی، دو سر نداری، یک سر داری، یک زندگی میکنی در این دنیا. با اون لحاظ تو فکر نکو که من باید اگر بگروزی از وظایفی که تو یک انسان هستی، یک انسان فهمیده هستی، یک انسانی که یک سلسله کارا را میتوانی بکنی، اما با این فکر هستی که من برای از اینکه بگروزی از وظایف و از کارهایی که کسی دیگر نمیدانه، تو خودت میدانی که شما چی کارها را انجام دادن، میتونین چقدر مفید هستین در جامعه. همون میگه ما دهیجه نمیشه اگه ما در فلانم به جایی میبودم، طور مثال برتان از تا بودمونی بیم، چرا که تو یک دفعه زندگی میکنی، دو دفعه زندگی نیست و هر کار داری در زندگی نه، یک زندگی است، یک دفعه بکن بکن. منظوریست از وظیفه انسانیت مگریز با بهانه‌های مختلف. یک نفر یک شغل یاد داری، یک نفر ازت میخواه کمکش کن، یک کاری که از دستت برمی آید بکن، برای جامعه، برای مردم، برای خود، برای خیش. این منظور است که زندگی یک بار است، دو سر نیست، یک سر است. ما زیاد سری موضوع دوستان نمی سری موضوع نمی پیچم که باز بسا گپا می خیزدش، بسا دیگه طرف میرن مردم، بسا گپا ازش بزنی خیلی گرچی اینه می باید اینه مقدر که گنجایی جگه باز از دیگه ما بپیچم باز مرا کافر می سازن شما، ببخشین مرا دیگه ما نمی پیچم سر از شد، چرا که با اینی گپ حضرت مولانا هم گفت، سعدی هم گفت، حافظ هم گفت، بیده هم گفت، نمی معنی را تقریبا که تعداد خوش باز نمه اگر برم زیاد پیش برم. خاشاک را در آتش تا کی خیال پختن،
خاشاک مقابل آتش خیل پلو میزنه. که اگه میخوای مقابل شوه به خاطره که خاشاک به درجه دوم شروع پیشه آتش میسوزه، یعنی پیش جلوه یار منظورش است. اینا رو یار دلتان که به خدا برابر میکنین میبرین شو به معشوق، یکی میبرش به خداوند، یکی به یار معشوق خود میگه. خود خاشاک میگه و یار آتش میگه. خاشاک خیال پلاو میزنه، خیال بافی میکنه. یک نفر در خیال خود پلاو میخوره، اما این پلاو نیست، در خیال میخوره، چیز نیست میشه. یا میگه این خیال پلاو است، خیال بافی است. خاشاک اقدر تو به مجرد نزدیک خاشاک، اگر به مجرد نزدیک به آتش برو خلاص. تا کدام اندازه مقاومت کرده میتواند خاشاک در مقابل آتش؟ یعنی انسان خود مقابل یار مقایسه میسازه که خودش خاشاک است و یار آتش. میگه من خیال بافی میکنم. اگر به این فکر هستن که مقابل یار میشم به خاطره که من مثل ما خاشاک هستم و یار آتش، به می محض دیدار من از بین میرم. خاشاک را در آتش تا که خیال پختن، آنجا که جلوه اوست از ما اثر نباشه. به می جایی که جلوه از او برسه از خاشاک دیگه اثر نمی باشه دوستا، جلوه آتش که برسه. خاشاک شما میدانین چیز در دان خاک یک آن خسکاک هست، بسیار یک آن برگا کاری بسیار کوچک کوچک ریخت که به یک ذره میرز من مقابل از او. من مقابل یار اینجور هست به این شکل هست، مثل خاشاک هست، من خاشاک هستم و یار آتش. خاشاک را در آتش تا کی خیال پختن، آنجا که جلوه اوست از ما اثر نباشد. جلوه ازو که باشه ببین من اثر نیست، از ما اثر از ما نمی باشد. مغرور فرصت در زین بیشتر ما باشید، پس تو گشاد مژگان شام و سحر نباشد. دوستان مغرور، یکی معنای اصلی مغرور فریب خورده، بازی خورده، گول خورده است و معنای دیگه فریفته، متکبر و خودخواه هم معنی. به نظر من مغرور فرصت درز این بیشتر ما باشه، یعنی فریب خورده وقتی دنیا عزیز بیشتر ما باش. یک وقت تو یک زمینه مساعد شده برای شما، برای ما، برای احمد، برای محمود. اطور فکر نکو که همیشه همو وقت است. فریب نخو و مغرور هم نشو اگه دور هم بگذی، همیشه است این موضوع. پس تو گشاد مژگان شام و سحر نباشد. این فکر نکن که تو چشمت که بسته کدی باز شد چشمت که صبح است. هر وقت تو چشمت بسته کدی اون وقت برد شب است. یعنی قروزگارت خوب است که مر وقت تو دلت خواست خواب میگن، دلت خواست میخیزی، دلت خواست میری، هزار ناحیه تو آرام استی و فکر نکن که همیشه میباشد. پس تو گشاد مژگان، مژگانه که پست میکنی پایین میشه، بسته میشه زیده مژگان، پس شد پایین شد، گشاد بازه میگه میبینیم. دوستان ما شما یک تخصیص دادیم به یک چیز نموره. مغرور فرصت در زین بیشتر ما باشید، پس تو گشاد مژگان شام و سحر نباشد.
یکی چشمی تو بسته شد، بسته کردی چشمت، شب است برای تو خواب کن و چشمت که باز شد صبح است. یعنی زمان است، تو فکر نکن که همیشه برای تو تو نیست. فریب نخو این زمانه را، دمو فرصتی که داری این حرف بالا هر کاری هستی بکو. اگه پول دار هستی، یک کار هستی که پول برات آمده میره، یک ذخیره کو، یک چیز دیگه برخره، یک چیز دیگه بساز، که از این یک کار هستی سردان نیستی. دمو کار فردا هم قدرت نداری، نداری یک بندن یک چیز دیگه آسانتر باشه که بتانی کرده. مثال برات، مثال مثل زیواره بسا گفا. در هر کاری که هستی فکر نکن که همیشه هست، اما فرصت برات مناسب است. از وقتت استفاده کو که قافله که گشت خره لنگ و اصطلاح سر قافله میشه. باز چی میگی؟ تو فکر کردی که همیشه سر قافله مو سر قافله است؟ تو در موقف هستی؟ استفاده که از البته سوی استفاده نه که در چوکیس رشوت بخو پول مردم، این منظور نیست. منظور کارهایی که باید انسان از رای شایسته و از رای انسانی میکنه. مغرور فرصتی در زندگیشتر مباشید، پس تو گشاد مژگان شام و سحر نباشد. برقی ز دور دارد انگامه تجلی، باز بالا میرسد. ای بی خدا ببینید دل جلوگر نباشد. وقتی که تجلی یار میشه، دیدار از یار میه، یک تجلی، یک روشنی از یار میه، یک برق اول میه. برقی ز دور دارد انگامه تجلی، انگامه امی آواز که میه، تو داد ایسته باشه نمی رد، اول یک برقک میه با صدای رد میه. در رمضان اشخاصی که در افغانستان اگر دیده باشن منتظر توپ می زدن در وقت افطار، از یک خانه کس که یک دو منزله بود معلوم می شد کود از سر کوی پلارتن، پلارتر گلمانی بود ساخته بود، آنتن شده بود آلتر، معلوم می شد که وقت توپ فایر می شد اول یک روشنی بود، یک آتش بلند می شد، باز یکی دو ثانیه بعد صدایش در گوش ما می رسید که اون وقت می گرفت که دلان که در وقت فرشته مصدام اون لحظه بوده. ای که در نقطه ما بودیم که ما دست خانه توب در ترول آرتر بود، خانه ما در دیبوری کتی سنگی بود، یک چند ثانیه می گرفت که می رسید صدام. واقعا هر چیزی که همین رعد هم مثلا قسم کرس کردیم، برقی زی دور دارد انگامه تجلی، چهره یار که می آید اول پیش ازی که صدا به آید، پیش ازی که خاک باد شد و سبگه پشد و کل مردم زوف کنه از این محل بفته، یک روشنی می آید، همه جای روشن می شه، باز یار می آید. ای بی خدا ببینید دل جلوگر نباشد. او بی خدا، بی خدا کسی که به خود نیستین، نمیدانین دل اتو جلوگر نیست کرده که کلی خواه کلکه شکل مترخو نشان میده. اولت یک برق میبینی یک دور پیش از آواز. هرچند کار فرداست امروز مفت خیدگیر، هرچند کار فرداست امروز مفت خودگیر، شاید دماغ و طاقت وقت دیگر نباشد. واه، هر قدر هر چی که میدانی که می کار یک کار است میخوای فردا کنی انجام بدی، امروز مفت خود گیری. اگر بتونی امروز بکنی کار فردا را، چرا نه؟ ما میگیم کار امروز با فردا مگذار، اما کار فردا را اگر تو امروز بکنی، فکر کن که برای توی امو کار مفت پیدا شد. اما انجام فردا می وقت تا که زایه میشه، وقت تا که صرف میکنی، پولی که مصرف میکنی، یعنی اگر کار فردایت تو امروز میکنی، ای برای تو مفت است.
خیلی منظوری است که تنبل نباشین، کار امروز به فردا مگذارن، حتی کار فردا را هم شما امروز بکنین، یعنی پیش باشین از کارتان. چی در دفتر هستی، چی در دیوان هستی، چی در کار مستی، سه باید یک شعرت پیش از پیش داشته باشی که هفته دیگه چی میخوانی، نمونه از هفته بعد دیگه هفته پیش از پیش داشته باشی که من دارمش الحمدلله. این تیم دادن آخازم خاطر هستی، پیش از پیش نگذار که برو یک هفته دارم، یک هفته یک کار میشه میفتی، موتر تکر میخواه، یک نفر یک اتفاق میفته، اگر داشته میباشی چقدر عالی. و هرچند کار فرداست، هر قدر که کار فرداست، امروز مفت خود گیر، شاید دماغ طاقت وقتی دیگر نباشد. همی فکر و زورتا میشه که سواد نداشته باشی، همی حال تو سعی سواد ترق از اینا مفتی پایت میشکن، ترق هم میکنه سب پایت میشکن، از کار میمون نمیتونی اون کار کرد. اگر امروز میکنی فبه شاید دماغ طاقت وقتی دیگر نباشد، این دماغ طاقت شاید نداشته باشی فردا. زاهد ز وضع خلوت ناز کمال مفروش. او زاهد، تو که در خلوت میشینی و هیچ کس خبر نمیکنی که ولا هیچ کس به خبر عبادت میکنی، هیچ کس هم خبر نمیکنی، خب پچو تو خدایت هستی دیگه، پیش خود تکرت ناز و کمال نفروش که ما ولا به کمال رسیدی. کل مردم کوشش میکنن که به کمال، به اون درجه برسن، به جای برسن، به اون درجه برسن، درجه کمال، که اون درجه که باز دیگه باز هیچ چیز کار نداره، دیگه باز هیچ چیز مفهوم نداره برن. پادشاه شایی میگه برادر من کار ندارم، پادشاهی ده از خودت باشه، برازی که تو پادشاه هستی ده تایز پادشاه بشه هیچ چیز. ای زاهد، تو که در خلوت نشستی و عبادت میکنی و هیچ کس خبر نداره، روی به خاک افتادی، یک رنگ عبادت داری و هیچ کس هم نمیفهمه که تو، نمیفهمه که تو فکر میکنی تو رفتی پیسه هایت حساب میکنی، اما تو اینجا پیسه های حساب نمیکنی، تو عبادت داری، یا یک کار دیگه میکنی، تو عبادت میکنی که بابا که هیچ کس خبر نداره. تو فکر نکن که تو برسیدی وقت به درجه کمال به خاطر بی به خاک افتادی. تو فکر نکن زاید که کس خبر نداره، ولی اگه ما رسیدیم مغرور شد پیش خود که ولی ما رسیدیم. افسردن از کفی خاک چندان هنر نباشد، این هنر نیست که تو در کف خاک چسبیدی و سب منجمد شدی و یخ زدید، این هنر نیست که فقط کار تو شزده و عبادت باشه، هیچ کس خبر نداره، ولی ما هیچ کس خبر نداره و ما دیگه نال رسیدیم به کمال، تا جایی داد که ما 24 ساعت عبادت دارم. اگر تو تنها فکر میکنی که در عبادت میرسی به کمال، اشتباه فرمودین، گول خوردین، گول لام از آخرش اشتباه کردین، تنها در عبادت، عبادت یک جزش است، یکی از جزش، بسیار کارهای دیگر را ساده کردن تو برسی به کمال، که عبادت یک جزش است. تو تنها روی به خاک افتادی و منجمد شدی در خاک، دیگه فکر میکنی که والله ما دیگه به کمال رسیدیم، دیگه اینا دیگه پیش میکنی دست که 500 ماچ کو و 600 تا پایت ماچ کنه، و تو فکر نکو داداش که تنها در خاک افتادن، در خاک افتادن این کمال نیست، ما هم بسیار ساعت در خاک میفتم. دلت پاک کو، به مردم کمک کو، به خلق خدا کمک کو، بسیار کارهای دیگه است که در پهلویش هم اگر باز عبادت میکنی ایام دارم. یکی که یک نفر ضعیف است، غیر عبادت دیگه کار نداره، بسیار کار خوب است، در جای افتاده به اشاره سر عبادت میکنه، بسیار سر سفید است، پیچه سفید است، همیشه کارش عبادت است، چون
وقت عبادت است، دیگر کار نمیتواند کرده. بسیار خوب است، همیشه عبادت کن، همیشه خدا بگه، همیشه قرآن بخوان، همیشه وظیفه کن، هر قدر میکنه دلش بخواد، به خاطر که دیگر کار ساخته نشد، از او کارا شده. این وقت عبادت است، اگر میخوای عبادت کن. اما در وقتی که تو دیگر کار کرده میتوانی، در پالی عبادتت دیگر کارهایی است که باید بکنی در پالیش عبادت. و اگر تو تنها در فکر میکنی که سر چسباندی منجمد شدی در زمین به عبادت، این هنر نیست، هر کس کرده میدونه. آینه خانه دل آخر بزنگ دادیم، زین بیش آه ما را رنگ اثر نباشد. دوستاد قدیما آینه را، آینه خواست شیشه نبود، از فلز درست میشد. اولین بار آینه از فلز درست، فلز زنگ میزنه. میگه ما دل ما آینه خانه بسا صاف و پاک بود، اما داخل هیچ رشوت نخورده بودم، کسی غرض نگرفته بودم، مالک اصلا نخورده بودیم، پناموس کس تجاوز نهیم، هیچ کار خراب نکرده بودیم، من مردم کمک کرد، هر کار کردن، اما در آخر از پیش ما خراب شده که او آدم من نیستم. ای آینه خانه دل ما که آینه وار شفاف بود، زنگ گرفتش، کارهای اتفاق افتاد از پیش ما کردم، طمع سرم زور شد، شهوت سرم زور شد، ما آینه خانه ما به زنگ دادم که روی شفافی ما زنگ گرفت. زین بیش آه ما را رنگ اثر نباشد. و آله آه ما دیگه رنگ اثر نمی کنه که من خودم ظالم هستم، این آله باز یک نفر دیگه سر من ظلم کنه، من بگم یا خدایا او آدم تو رو سرنگون بساز که من را کده سیلی زد، الان که من پیش از ده نفر 20 سیلی خودم زدیم ناق، وقتی آه تو اثر می کنه که تو خودت بیالایش باشی، خودت کار نکرده باشی، خودت مردم آزار نده باشی، خودت پول مردم دوزی نکرده باشی، خودت به ناموس کس تجاوز نکرده باشی، خودت که به دیگرها کار ناشایسته نکرده باشی، باز اگر کسی به سر تو اتفاق میفته، اگر راه میکنی باز خدا آهت هم بشنوه. اما در صورتی که خودت برای مردم ظلم کردی، باز یک ظلم سرت میشه، از قدرت افتادی، یک نفر دیگه می از ظلم یک ظلم میشه، باز میگه آه خدایا یادم، یک دعا میکنه از دل، حال او دله، او دعا کار نمیکنه. دعایی تا که خدا میشنید وقت است که تو یک آدم صحیح بودی، آدمی بودی که ظلم نکرده بودی، حال خودت ظلم کردی، بخواد دلیلی که سر ظلم شده بخاطر که خودت ظلم کردی، قصدن امی کار سرت اتفاق افتاده، به خاطر دیگه گفتر شده خدا قبول میکنه، چون تو ظلم کردی سر ظلم شده. آینه خانه دل آخر بزنگ دادیم، زین بیش آه ما را رنگ اثر نباشد. از این بیشتر دیگه از این به بعد، چرا که ما او آدم دیگه نیستیم، اثر نمیکنه آه ما. خواهی به خلق رو کن، خواهی خیال او کن، در عالم تماشا بر خود نظر نباشد. واه واه. میگه حضرت ابوالمانی میگه بر مردم، میگه اگه خواه میخوایی که از توسط مردم پیش بری و یا توسط خدا، خود تشن طرف خدا بگی، با خدا رو کنی، هر کار میکنی بکن، اما در عالم تماشا ماده که تماشا میکنی، تو دیگر چیز تماشا میکنی، تو متوجه به خود نیستی، به دیگران میکنی، یعنی هر کار میکنی، توسط مردم میکنی، توسط خدا میکنی، به خاطر خود مکن، به خاطر دیگران بکن، خود خانه باش، که اگر این کار شد من بودم خوب نبودم، نه من باید باشم در این کار، اگر نیست هیچ کس نباش. چی از مردم میخوایی؟ چی روی به مردم میکنی و چی روی به خدا میکنی؟ بکو، نه به خاطر خود، به خاطر دیگران، چرا که در عالم تماشا بر خود نظر نباشد. وقتی که تو تماشا میکنی، تو خود تماشا نمیکنی، تو باید دیگر جایی که میری او رو تماشا کن. اگر
فیلم سماج ما میکنی، فوتبال هستی، تو خدا نمیبینی نی؟ متوجه او طرف هستی. شما فعلا بنده را هماشا میکنی، خدا سمی نمیکنی، برنامه ما را سمی میکنی. یعنی هر کار میکنی به خاطر خود مکن، که خودت باشی، به خاطر دیگران بکن، خود خامه باش. من هر چیز مال خودم هم از خودم، مال مردم هم از خودم. آسودگی مجوید از وضع عشق بیدل، این جوهری چکیدن آب گوهر نباشد. شما آرامش وقتی میشه که یک نفر مینشینه آرام است، اما روان که میباشه آرامش نیست. شما ساکت بودن و آرامش از عشق روان بیدل نکنی، به خاطر که روان است، این روان میباشد. این جوهری چکیدن آب گوهر نباشد. این جوهر چکیدن، این جوهر است که باید چکیده. گرچه جوهر است، از چشمت میبره جوهر است، از قلبت میبره آب گوهر نباشد. این نیست که بازه مثل آب گوهر که از گوهر آب چکید و بیکاره میشه. این جوهر است که چکیده میشه، اما آب گوهر نیست. این آبرو نیست، گرچه آبرو است، از آبرو میبره. یک نفر ظلم میشه، یک ظلم میبینه، یک مرد است، عشقش مه این ایمانه نیست که بزدل است، تو را خام میخوره، اما دلش درد میکنه. بزدل نیست والا. اگر عشق میه ای از بزدلی نیست، ای آبروش نیست، ای بیزت نمیسازه این نفر که یک مرد یک جای عشقش میریزه سر یک موضوع، یک ظلم میبینه، یک بیعدالتی رو میبینه. ای آب گوهر نیست، ای آب گوهر رفت خلاص شد دیگه، دوستم گوهرم و آبش هست که رفت، باز نباشه باز گوهر گوهر نیست، از بین میره. بدون آب باید گوهر که آبش گرفته شد. اما ای آب رو، ای آب که از چشم من میره، چرا که من میبینم بدبختی ها و ظلم و بیعدالتی رو، ای استاد نمیشه. اما این فکر نکنی که ای آب گوهر است، او آب گوهر نیست، او آب رو نیست، چرا که بی آب روی نیست عشق ریختن، بیعدالتی مردم عشق ریختن نمیشه. من استاد بعض اوقات چون وقت کم میباشه آدم مخاط آخر زیاد تشریح نمیتونم، امیدوار هستم که ما تانسته باشم فهمونده. این آهنگه استاد سراهنگ مرحوم در قالب شعر آورده، بشنوین. برگشتیم دوست شما، از شما مشنوین و دیگر برنامه را پیش میبریم، ببینیم که کجا خواهیم رسید. از تا کنترل خواهش میکنم که لطفا آهنگ بگذارن که با هم ببینیم کی برداریم. دوستا 8 دقیقه است برنامه آهنگ، دوستا بشینین بشنوین که عجب آهنگ است. Hoffa. Maktu beshaqu hargiz, maktu beshaqu hargiz, bena ma bana bashat, maktu beshaqu hargiz, bena ma bana bashat, mabul khe Thank you.
Could you?
باشد مانده که دل و دل از ما سر نباشد تنه دل نم تنه دل نمی پریم تنانی مکتوب شفت و بردید به نام بر نباشد به نام بر نباشد به نام بر نباشد باز هم سلام و ادب و احترام دوباره به خدمت هر یکتان تقدیم باد، مخصوصا اشخاصی که تازه تشریف آوردن به خدمت ایشان. آهنگ از استاد شنیدین، من یقین دارم که همتان از کیف برداشتین و بردین کیف از آهنگ استاد که چقدر عالی خوندین. این حال دوستان بسیار عزیز محترم، از شما میشنیم یکی دو نفر و بعدا خواهیم رفت به برخی برنامه. بفرمایید، شما روی خط هستین، خوش آمدین، سلام علیکم. بفرمایید، شما روی خط هستین، خوش آمدین. اگر صدای بنده را میشنوین بفرمایین. شما روی خط هستین، بفرمایین، خوش آمدین. صدای مرا به گمانم نمیشنون، ای که نمیفهم چه یک اتفاق است. شما روی خط هستین، اگر صدای بنده را میشنوین، تازه که تشریف آوردین همین دقیقه، بفرمایین. السلام علیکم جناب آقای کمیاب عزیز. آقای خطیب زاده بسیار خوش آمدین، بفرمایین. زنده باشیم. اولا سلام خدمت شما و خدمت دوستا و خدمت شنوندگان و بینندگان شما تقدیم می دارم. یک کمی عجله کنم که کار شما زیاد است. و یک سلام خدمت راغب جان عزیز. آقای راغبم، خدمت شما سلام بفرستم. و زنده باشین. و دمو دو هفته قبل که من زنگ زده بودم و گوشی رو ماندم، بعد از او آقای راغب چیزی گفتن که تشویق کرده بودن از اون شعر، از اون قرار ما، چون گوشی رو مانده بودم. ناسپاسی است که تشکری از اونا نکنم و اونا خودشون یک هنرمند بسیار بجا و بسیار پرکار و یک برنامه ساز بسیار قوی هستن. منظورتان تشکر از دقت من. میخوایم کوتاه یک به خافی استاد کوزاد که اونا همون شعر خواندن که به خافی همون یک دوسری فرد برشان یک خطا کوتاه بگم. بفرماین. گفتن که هر وقت صدای دلکش راغب شود بلند، دل در درون سینه من پرپرک شود. آقای آقا بشنه. از نغمه های دلکش تو بس که خوشنماست، این فکر نازدانه من هوشپرک شود. خواهم من از خدا که تو را هرچی میدهد، یعنی خدا هرچی بر انسان کپته او لایق سزاست. آره، خدا هرچی دلش بخواه میتونه، زورش داره که بده که هرچی که دلش بخواه. یک گفته دیگر هم خدا از ما که بندیش هستیم میشنوه، او را هم اضاف کنه. خواهم من از خدا که تو را هرچی میدهد، لیک عهد من و وفای تو هم مشترک شود. شبه دی؟ واه. اسحاق اگر چی هفته دو بار بیند تو را لیکن اگر هر روز بیند خوشترک شود. دیگه این قطعه کوتاه امیدوار هستم که بپذیرن بر ازوا و روز عشاق هم به شما و بر ازوا و تمام دوستا و تمام عاشقات مبارک باد میگیرم، چون روز عشاق است. باش که ما یک غزلی که تازه سرودیم بر شما تقدیم کنم و عفو میخوام که من یک قدر عجله کردم به تایمتان، چون زیاد وقتش نگیرم. باز یک ناسپاسی به جا ماند که از برای بسیار زیاد پر از این غزل زیبای بیدل صاحب معانی که با همه
که زیباییش که هم جنبه دنیایی داشت و هم جنبه اخوایی و هم جنبه فلسفی هم جنبه اجتماعی، و شما با بهترین نوش به شنوندگان و بینندگانتان بسیار خوب تفصیل و تعبیر کردیم. یک جهان از شما هم تشکر. تشکر میکنم از شما، بسیار زیاد مهربانی همیشه کردین، سه مهربانی میکنین، ذره نوازی میکنین، بسیار زیاد تشکر از لطفت، مرحمتت بسیار زیاد است. بفرمایید. شما لطف میکنیم، یک واقعیت تام است و یک غزل کوتاهی که ما گفتیم عفو میخوایم که اگر کوتاهی یا بلند و پایینی شما بزرگوارا در سخنم میبینیم مرا عفو کنیم. از برای خدا. بفرمایید سیب. گفتم افسوس که ما در دل تو جا ننموردیم، خیر است ولی کوشش بی جا ننموردیم. واوا ما قدر دل جا کرده نتنستیم خدای، ولی ما قدر شکر داریم که کوشش بی جا هم نبود. بسیار عالی. شد که با ما نظر و لطف تو باقی است، ما نیز به غیر تو نظر و ننمود. گرچه کس از رنگ زدی بر دل ریشم، والا قسم از بر کس اکرا ننمود. صد ناله زدی بر سر هر کوچه و بازار، صد ناله زدی بر سر هر کوچه و بازار، یک شکوه ز تو بر سر چهارا ننمودی. در باغ جهان گرچه بود چون تو فراوان، لیکن دل خود را به کس سودا ننمودی. من کار دل خود به خدایم بسپردم، کار عجبی نیست که دوا ننمودی. چون شام که ریزد به سر خیش سرش کش، خود سوختیم و خواهش بی جا ننمود. آقای کمیاب، این بس که گفتی بر رقیبان کزه اسحاق، این بس که گفتی بر رقیبان کزه اسحاق، دست به حق از جوری او بالا ننمودی. باز یک معشوق خوبات سید، یک خبرداری هم بسید نگه نباشه. نباشه و ختم سید گفتم، گفتم سید گرباز بگردی تو زخولت عجبی نیست، کار عاشق همیست. گرباز بگردی تو زخولت عجبی نیست، ما نیز چنین نامه امضا ننمودیم. بشک. آکه ما هم قرار خود سرازیم. تشکر آقای خطیب زاده، بسیار زیاد تشکر از مهربانیت. اگر خلاص شد سفر داشته باشید زنده باشین. یک دنیا تشکر که ما را وقت دادید. به خدا سپاریم شما. شما روی خط هستین، بفرمایید. خوش آمدین. سلام علیکم. بله. بفرمایید. خوش آمدین. سلام آقای کامیاب کوکب، شما رو زحمت میکنم. خانم کوکب بسیار خوش آمدین. سلام علیکم. بفرمایید. چه احوال؟ زیاد و همه دوستا و برادران گرامی، آقای رایی، آقای جوهر، همچنان خواهر مومنه و همه دوستا تقدیم میکنم و همچنان به شما تسلیت میکنم به خاطر دختر امیتان بود از نشدیم که رخ شده باشیم، خدا اونا را ببخشه. خدا امین. بسیار نظر لطف مرحمت شماست. آقای کدیم یک باید استاد قرآن بود که همینجه خیفتر خاطرم اگه در آخر یادم آمد میشه هم همین باز بسیار اتفاق میفته که آدم یک چیز زبان میباشه از خاطره دارم میره. انشاءالا یادتان خواهد آمد. بفرمایید. در آخر خواهد یادم آمد یک پرچشی رو دارم که به دوستا در کابل دوان کده بودم و به حضور دکتر عبدالله. بسیار آمد. بله. مردیم زدر دمدم و اندرد و کار است، آیسته مجم نور نظر جد و کار است، افتن تو سرای قیامت اما موان، جمعی با امید مکان در تک و دوان، یدی زی موتاج و نانی صبح و شوان،
شب امی وزنش برابر میشد به شو، شو گفتیم به خاطر که پیش من مطلبش مهم است از ادبیاتش کده. بفرمایید. همدستی و یاری زن و مرد و کار است، آیسته مجم نور نظر جد و کار است. خزانه که پر بود از آن کمک و امداد، خزانه که پر بود از آن کمک و امداد، بر آل غریبی از نظر لط نیفتاد. پول صرف بلند منزل بی پایه و بنیاد، حد کردی که امداد عد و کار است. آیسته مجم نور نظر جد و کار است. میراث نمانده از سلف غیر خرابی، بی نظمی و بی غوری و بی دردی و یاری. بنیاد فساد برکن اگر از سله داری، یعنی که اضافت ز سرحد با کار است. آیسته مجم نور نظر جد با کار است. دردی وطن از بیش بکوشی به شفایش، دردی وطن از بیش بکوشی به شفایش. ایران شدی اول کنی در منز کجایش، از این سر پرمشغله یا اوله پایش. مسموم شد از هر پر و سرش شد با کار است. آیسته مجم نور نظر جد و کار است. فرماوره از یاد کن از خیمه شینان، بیکار و برهنه اما بیچاره و ایران. کوکب زدل گرم تو را میده از فرمان، تا عبر ببارد غروش و رد و کار است. آیسته مجم نور نظر جد و کار است. آه خاطره که می پردرام شما را می تاریخ هفته من شنیدم یک کبه که آزرده شدم. من فکر کردم که فقط دمی دو نفر میگوین که تو فرمان تو اما او بسیار که ما که از نزدیک میشناسیم و دم خود منطقه کارتی فرنگوان زندگی کردیم و مثل خوار و برادر و یک جای بزرگ شدیم. البته یک شش هفت سال از اونا که بزرگتر هستم، اما تو یک رقم دلم لرزید و خاطره هایی که خدا پدرشون جنت مفرد کنه که چی از انسان با شرف بودن. علامه دین خان زمریانی یک رکم جدر خون شدم با در زبان هر کس هده میشونیدم. شاید شما اونا رو نمتا باشید اما از زبان پاک شما علید یک رکم جدر خون شدم. به خاطر بسیم شاید که از نزدیک شما نشناسید اینا را یکمی ار دو نفر گفتیم در فکر مگشت که فقط مخصوصا شما اینا را میگید. درست خدمت شما عرض برس آلم خانم کوکب که چو خوب شعری سرودید، واقعا واقعا به دل چنگ میزنه. یقینا شکران کردن از این شعری که برشان روان کرده بودم. گفتن اما شما ممی اوضای ما را درک کنین که یک اداره است که هیچ بودیجه از تصویب نشده بود و امیال ما چقدر مشکلات هست این امرای مردم. خب یقینا ما این موضوع را درک میکنیم در تیگالت که یک انسان اگر هر قدر انسان پاک هر قدر انسان فعال داخل میشه در اگه اوزای عرج و مرج و بسیار وقت در بر میگیره که این درست شد. اما اگر عمل صورت نمیگیره گفتار میتوانند که در مقابل تلویزیون بین و یک سلسله گپا را ببین که ما روی این مسائل نمیتوانیم کار کرده که مردم همیتو گپا نزنن. یعنی این حال مردم فکر میکنن که از مردم دیگه ها تبصره میکنن که اینا هیچ وقت جور نموده بودن که گلبدین هم جور نموده بودن و دشمن از اونا به شما زیادتر معلوم است که دو قوای متجاوزه که شوروی و پاکستان بود امینا بودن که اینا را چی دادن. یقینا گپ شما من نظر هستم این موضوعات بسیار دشمن زیاد دارن. همین شما با فیسبوک ها میبینه که امور هم یک شیر برشان باز نمشته کدوم به می بیاده با که به چی زبان خراب اینا گپ میزنن که آدم به خدا خجالت میکشه که اگه یک هم زبان دیگه ای را میخوانه میگه چقدر مردم افغانستانی خب آدم ها ریستر ما سرشان گپ هم نمیداریم. آدم هم نیستن که آدم روشان اتو اشخاص روشان حساب کنه. امو گفتن است که ما و شما داریم که چی بود با بسیار یک چیز بسیار بازاری و عامیانه داشته میگفتن که بلخلق سگ دریا مردار نمیشه. یعنی این پشت از او گفا نمیگردیم. اما مثل که به شما ایمان دارم و همه قدر احترام دارم به خاطر از اینکه یک دفعه مرا پرسان کرد که چیز خورت میگه خورت گفت که
اصابه کده شیرت پخته تر شده. گفتم استادم پخته استاد تن کیز گفت ما آقای کمیاب مرحمت شما از برای خدا ما شاگردم نیستیم شما که لطف کرد این لطف همی نام شما گفتین سه ما افتخار برای ما بخشیدین لطف کردین هم شعره شما مهربانی کردین اما دلیلی که امو آدم که واقعا برات بگویم مرام بدم نمیه که ما بگویم بدم او دیگه شما بدم نمیه اما گپیست که ما مردم تشنه یک چیز هستیم که باید ببینیم اقلا اگر رفتار نمیبینیم گفتار امید آمیز برای ما امام یک ذره یک اندازه ما را تسکین می بخشه بیاین مقابل کمره اکساس گپا را بگوین خودشان آره شما درست میگین این حال است شده که بخاطر این می چوکی و مقام اون که ما برسان گفتیم خدا کنه پروگرام شما را طرف سیاست نبرون که بازه یک دوست پیدا شود صد دشمن چیز امیرم که ما گفتیم از قدر اید معذله که دنی مردمایی که رای دادن ار کدامی که رای دادن امروه از اینا در مشکل هست و یقینا در این کار ما از آواگز میکنیم نمیدانیم که چطور کس که در نقطه است در منطقه است و میدانه چی میکنه ما هر کس قضاوت از آوا میکنیم قضاوت نادرست هم میکنیم در این خیلی جای شک نیست اما یک اندازه قسمی که عرض کردیم ما زیاد میخواییم رایی موضوعات گپ بزنیم بعد ما نمیم وقت کم از خانمه انشالله که دوستای ما وجود هست که میبینن اون دفعه هم پیشتر هم که ما افغانستان رفتم 15 دقیقه به نام خوار برادر ما دیدیم که گفت زدیم داله بسیار کار مخروج است بسیار کار خوب است اگر دیدین برشان همی توصیه ما را لطفا برشان خواهش ما را بکنین که مقابل کمره بیاین یا اگر شما نمیاین از طریق شما کسایی که میتونه حداقل ما هم بدانیم که یک سازه گپ چی گپا است که یکی خوب گپایی است که از آدم میشنوه واقعا از 1400 گوش هر کس صحبت میکنن در تلویزیون ها یک سازه گپا است که از زبان خود شخص حقنن میشنوه باز کیفیتش بیشتر و یقین بیشتر با خدا مسپارمتان که وقت از یاد گرفته وقت شما رو نگیرم وقت دیگه دوستان باید استاد سرامن یادم آمد که در مرسیه که به خاطر احمد زاید امو آهنگ خوانده بودن بازمی شافر بشمی بود به خاطر دختر امیتان خدا اونا رو جنت نصیبشان کنه مرحبا چه فضا سرفگنده ایم امه چی توان کرد بنده ایم امه واقعین بسیار زیاد تشکر بسیار زیاد تشکر خانم کوکب از این شعر واقعا شعری بسیار عالی و از دل خسته بود شعرتان که این به دل ما نشست ما از دل هم میفهمیدم که این انسان هم امور رقم انسان است انشالله که یک روز باید انشالله امیدوار هستی منتظرش هست همه ما چشم براستی به خدا سپاده امید از خدا هست بفرمایی وقتتان زیاد گرفتم راستی یک چیزگر رو میگفتم امون شعر پشتوی آقای جایی قدر خوب بود آقای رایی هم روز رو دارم که یک وقت شیر پشو بگویم اما مشکل است انشالله روزش خواهد آمد توکل به خدا خدا حافظتان خدا حافظتان باش سلام خدا حافظ خدا حافظ شما روی خط هستین بفرمایین خوش آمدین که خانم خاریزاده بگو مانم اگه اشتباه نکده باشم سلام علیکم ناده جان کم بیا برادر گل چیال دارین الحمدلله خانم خاریزاده شما چیال دارین پریم جان خوار عزیز بسیار خوش آمدین ببخشین که دیر وقت در لین ماندین بفرمایید هیچ پروایی ندارم ما همیشه حوصله داریم شما که قدر حوصله میکنین و میاین و ای اشعار با ما معنی میکنین ما بسیار زیاد از شما تشکر میکنیم ما یک روز با سبب عشاق روز عشاق یک شعر دارم که از مرحوم پدر بزرگوارم ضیای قاری‌زاده است به نام عاشق ناکام بفرمایید واو اگر اجازهتون باشه بخونم بفرمایید سر تا با گوش است من عاشق ناکامم ناکامم و بدنامم عشق است سرآغازم عشق است سرانجامم واه دانم که نمی آید جز عشق به کار اینجا دیوانه نمی سازد با صبر و قرار اینجا چون موج در این گرداب آواره و نارامم من عاشق ناکامم ناکامم و بدنامم فرهاد نیم اما دارم غم سنگینه
بر شورم و می پرش ببخشید پر شورم و می خواهم افسانه شیرینه بر سینه زنم ناخن کاوشگر ایامم من عاشق ناکامم ناکامم و بدنامم دارم ز ازل چشم پرهاب و تر از رویش دارم به مثل بخت تاریک تر از مویش گاهی بغم صبحم گاهی بغم شامم من عاشق ناکامم ناکامم و بدنامم آن شب که نهم بیو سر بر سر بالش ها از بستر من جوشد انگامه نالش ها چون خار زند نشتر هر موی بر اندامم من عاشق ناکامم ناکامم و بدنامم بسیار دلم تنگ است بسیار دلم تنگ است از یاد دهان او زیرا که نمی دانم اسرار نهان او بسیار دلم تنگ است از یاد دهان او زیرا که نمی دانم اسرار نهان او او هیچ نمی گوید من در طعم خامم من عاشق ناکامم ناکامم و بدنامم کس نیست که باز آرد بر من خبر او را بر دیده کشم گرده از راه گذار او را یعنی که زیا مرحوم از نامه و پیغامم یعنی که زیا مرحوم از نامه و پیغامم من عاشق ناکامم ناکامم و بدنامم عشق است سرآغازم عشق است سرانجامم و ایشی را برای عشاق در این روز والانتاندی و روز عشاق ما تقدیم میکنم از توجه دوستان بسیار زیاد تشکر میکنم و سلام های جداگانه به دوستان خودم میرسم بسیار زیاد تشکر از شما و خدا مسپارم شما زنده باشین شما موفق باشین خداحافظ خداحافظ شما باشین تشکر میکنم از شما خانم قاریزاده شعر آلیری که سرود خواندین از قبلگاه صاحب از قاریزاده صاحب محترم دوستان وقت من کم مانده من باید به پروگرام خود پیش برم مگر باز خرابی میشه هنوز هم من امیدوار هستم که بتانم رسیده به هر حال بینندگان بسیار محترم وقت است که ما در هفته گذشته راگ مالکاوس خلاص شد راگ دیگر شروع کردیم به خدمت شما راگ تودی به خدمت پیش میکنیم که راگ تودی ام راگ است ام تات اما پیش از اینکه در راگ شما ببینین در DVD جناب استاد ولایت خان صاحب مرحوم ولایت خان صاحب بهترین آفتاب ستار هر نامی که سرش من نمیدانم که حال القابی که قدر القاب داره که ما بگویم زبانم خراب میشه مرحوم صحبت کردن راجع به از این دو هنرمند که در آگه تودی خواندن که جناب بیم سنجوسی پندت بیم سنجوسی صاحب و خدمتش راشد خان صاحب است اینا اطور صحبت کردن که پیش از کنار شروع کنن به هندی صحبت میکنن من به خدمت شما برز میرسانم اما ترجمه گفتارشان میفرماین که از اشخاصی که در از بزرگان موسیقی که فعلا ماندن یکیشان استاد پندید بیم سنجوشی است که از اشخاصی هستند که مانند از اشخاص پیش از اونا امیر خان صاحب بوده و پیش از امیر خان صاحب بری غلام علی خان صاحب بوده و پیش از اونا فیاض خان صاحب تشریف داشت و عبدالکریم خان صاحب تشریف داشتن و از این دو بزرگای موسیقی بودن که اگر من گفتم بگویم کل شب با نام های از یاد بشه که من بگویم گفتار از ولایت خان صاحب است که من خدمت شما عرض میرسانم و عرض میرسانم که یکانه کسی که از اون مردمان مثل از اون مردمان آوره فعلا باقی مانده و زنده از جناب بیم سنجوشی است که از او اشخاص است که میگه خود منده
برش احترام دارم و خوشم از آهنگ و هنرش را که دیگرها هم رفتن و تعریف میکنه ازشان، توصیف میکنه ازشان. و راشد خان صاحب اونا را میگه که راشد خان برای ما مثل یک شمع محفل ماست، ماننده که در افغانستان شعرهای ما اشقری را یک اینا میگن کلونه، کلونه بازیچه را میگن، بازیچه منظور اینجا نیست، منظور کلونه کسی که ما ازش کیف میبریم چون جوان است، بسیار بی جوانی شمع محفل جو، چون در قاطی بزرگات یک جوان بی اثر میخوانه تعریفش میکنه که است. و دیگر دوستا به خدمت شما برد برسانم که این آهنگ که شما میشنوین این دوست بزرگ میخوانه، یکش مسلمان است، یکش به خدمت مسلمان است، من میخوانم از روی به شما ببینین خدمت شما. و یک پیغامی که مهمتر است این از بینندگان بسیار محترم، در این پارچه دو هنرمند که یکی از اهل هنود میباشد و همچنان و دیگرش مسلمان و همچنان تفاوت سن بین راشد خان و بیم سنجوشی صاحب بیشتر از 40 یا 50 سال می باشد. وقتی که بیم سنجوشی به اصطلاح بیم سنجوشی بود، راشد خان صاحب تولد نشده بودند. راشد خان یکی از هنرمندان درجه اول در موسیقی کلاسیک و آسخان می باشد و دوستان مشاهده کنید که بیم سنجوشی با کلام اندازه چقدر ذره نوازی و راشد خان را مثل فرزند و یا برادر خرد و عزیز خود تشویق می نماید و همچنان راشد خان با کلام اندازه احترام و عزت پندت سنجوشی را می نماید. و بعد از این پانجه پندت سنجوشی بر رحمت حق پیوست می پیوست و فوت می کنند و باقی می ماند امین پانجه. بعد از اونها این دیگر پارچه بعد از یعنی نزدیکترین پارچهشان پیش از فوت امین است. و اخلاق نیکو که چطور دو نفر هنرمند از دو دین و از دو مکتب با تفاوت سن با هم یک جا هنر نمایی می کنند. امید است که در این پارچه سرمشق همه انسان ها در جهان باشد تا چطور بتوانند به مثل دو برادر در فضای برادری و برادری یک جایی باشه. یکش مسلمان است یکش هندو و چقدر عالی خواندن. ببینید واقعا راشد خان بسیار از نظر سن نواسش هم شده میدونه و شما ببینید در این پارچه که احترام است که چقدر نوازش میکنن به که دیگه. بفرمایید برگشتیم، یک خداحافظی امیدوار هستیم که داشته باشیم، اگه نداشتیم میرید که توکل بخواد. از آق کنترل خواهش میکنم که ببخشین یک دقیقه آقای ببخشین آقای جناب آقای راگی تودی رو به خدمت شما برز میرسنم. راگی تودی به تات تودی تعلق دارد، وقت خواندنش بینندگان بسیار محترم صبح میباشد. در رفت و آمد افت سر استفاده میشود، ریکب گندار و دیوت کومل میباشد، نودها و نیکات و نوت‌ها مکمل میباشد. راگی تودی به اقسام مختلف خوانده شده، مانند میگه تودی، لوجری تودی، پلاسخانی تودی و غیره. و نوت‌های میاگی تودی از این قرار است، یعنی ترکیب نوت‌ها دا نی سا ری گا ما دا نی دا پا ری گا ری سا. لوجری از این نوت ها تشکیل شده، وادی دیوت و سمادی گنهار است. دوستان سا ری گا ما دا دا نی سا سا نی دا ما گا ری سا. پلاسخانی یا تودی سپید نگانه محترم، خواهش میکنم این را بگذارین آهنگ که ببینیم و کیف داریم. بفرمایید بیم سن جی کے بارے میں کچھ بتائیں. آج کے سینئر موسٹ گوئیوں میں سے بیم سن رہ گئے ہیں. استاد امیر خان صاحب، بڑے غلام علی خان صاحب ان کے پہلے اور ان کے پہلے استاد فیاض خان، عبدالکریم خان صاحب، امکارناتھ جی، کیسر بھائی،
کن کن کا نام لوں، خالی نام گناتے گناتے صبح ہو جائے گی. بھیم سین ایک ان میں کیا آرٹسٹ آج رہ گئے ہیں جن کے لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے دل میں ان کی عزت ہے. انہوں نے اپنے گانے بجانے کو بہت سنوارا ہے اور ساری زندگی بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے. اور بھائی راشد کی بات تو چھوڑ دو، وہ تو آج ہم لوگوں کا ایک کھلونا بنا ہوا ہے. آپ سب مل کے راشد جتنا اچھا گانا گا رہا ہے، جتنا خاندان کو تعلق رکھتا ہے، جس نے پھر سے فیلڈ میں آ کے شاستریہ سنگیت میں گانے بجانے کو کیا سلجھ کے سندر کر کے سنا رہا ہے، میں اس کے بارے میں کیا کہوں. میں خالی میری شبھ کامنا ان دونوں کو دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ بہت اچھے سے اچھا اپنے آپ کو پیش کریں. شکریہ. Lagar ka kare aaj na maro lagar ka.
لنگر کا دریا دینا مارو مودی انجوا Oh,
بازم سلام به خدمت شما برسه دوستا. آهنگ شنیدین، یقین دارم کم شما خوشتان داد. وقت بنده به کلی تمام است، یکی داخل وقت بعد از خودم گرفتیم. دوستا شما را، هر یک شما را به خداوند مسپارم تا هفته آینده را اگر زنده بودیم بازم نمی وقت می ساعت به خدمت شما خواهم بود. بعد از برنامه بنده، برنامه خانم محترم سیمین است که مطلع باشین. دوستان در هر کار، در هر بار، در هر روزگار هستین، خوش باشین، بخندین، دیگران رو با خود بخندانین. چرا خندخ می فهمین که در زندگی نمک ده، اما از آن گذشته عزیزان، عزیزان قدر یک دیگر بدانید. عجل سنگ است آدم، خدا شاید است که مثل شیشه. خوش دارید ای وطنداران، برای افغانستان باز امارش و خشت خام نتوانست کرد. شبهای مهتابی و روزهای افتابی در هر نقطه جهان که هستین، بر هر یکتان خوانستم. شب و روز بر همه خوش. افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور.